دوستای نازنین، قومای گل، سلام و درود نثار تک تک شم. در هر کجای دنیا هستین خوش و خوشحال باشین. جاوید احمدزاده هستم، خوشحالم که شما را به این ویدیو به نظر خودم البته بسیار با ارزش همراه خودم. امروز تصمیم گرفتیم که به این خانه آقای سیف الله سفری با دوست و برادر خوبیم آقای هادی قاسمی و مبارک سفری به خاطر ایجاد بندی که در ولسوالی جاغوری در قریه تفقس جور میشه خواستیم این مقدار معلومات بگیریم و این معلومات را به همراه شما دوستا شریک کنیم. دیگه از آقای سفری اول خواهش میکنم خودتون معرفی کنه. سلامت باشی حضرت احمدزاده عزیز، ما سلام خدا به خودت و قاسمی عزیز و مبارک سفری عزیز و همینطور از آدرس شما و دوربین شما برای تمامی دوستایی که ما همین اکنون بیننده هست تقدیم بکنم. یک جهان سپاس، تشکر، لطف کردین، صفا آوردین، قدم های تنسر چشما سلامت به شما. ما نسلی هستیم که درد مردم افغانستان رو با جان و دل حس کردیم و در چند مدتی که در کابل بودیم به این باور رسیدیم که همین نسل امروزی یک سری کارهایی رو بکنن که در فل نتیجه ملموس عینی بر مردم داشته باشه. سیف الله اسم من، سفری تخلص میکنم، زادگاهم در همون تفقس جاغوری، تحصیل در کابل کردیم در رشته علوم سیاسی تا مقطع ماستری و زبان انگلیسی، اردو، پشتو، فارسی میفهمم و دغدغه ذهنیم بیشتر خدمت به مردم، به خاطر اینکه در افغانستان تنها ترین بخشی که واقعا توجه نشده خدمت به خلق و ما تقریبا به این باور رسیدیم که متاسفانه در افغانستان دولت انگیزه خدمت به مردم رو ندارد. یعنی خیلی زمان بود، انتظار زیاد کشیدیم و ما تقریبا متاسفانه پی بودیم که دولت به قصه مردم نیستن و ما بیایم امید بازسازی و افغانستان حداقل این بار نه از آدرس دولت، از آدرس مردم شروع کنیم. این کار وقت از آدرس مردم شروع میشه پیام تلخش به دولت، به خاطر که ما ناکامی دولت در کار برای مردم به تصویر میکشیم. یعنی بند مادر که ما به اعتباد صحبت میکنیم هم در واقع هدف ما اینه که ما بیایم به اصل خودیاری رو بیاریم، یعنی توسط خود، با کل خود، با خودیجه خود. اگر یک خورترک عوض آب، اگر یک بند، مثلا اگر سرک، اگر سرخانه، همین نیازهایی که یک جای یک منطقه احساس میشه، وقتی از دولت ناامید میشیم فکر میکنم که نمیکنم، ما بیم امرو بکنم. خیلی دردناکه، ما به این وطن از هر خانه یکی دو تا شهید داد. یک نسل آواره که امروز ما را از دوربین میبینه کل دنیا تیت شده. خب آوارگی اونا محصول خیانت دولت، دربدری ما محصول خیانت دولت، به خاطر که 300 سال زمان در افغانستان حکومت بوده، دولت بوده، اما تمامی دولت ها هر چی که کرده مردم رو کشته، وطن فروخته، خاک فروخته، مردم رو دربدر کرده. همین روز ما چی روزگار داریم؟ من به عنوان یک جوان وقتی درس خواندم، یعنی درک کردم که اینمی مشکل باید خود مردم ما، اینمی ما تو وی جوان و جوان در کجایی که هستیم حداقل حداقل توانی که داریم، یک افغانی، دو افغانی، یک دلار، بعضی کسا ممکنه توان مالی داره واسه که توان فکری داره، اینمی را از مردم خود، از وطن خود دریغ نکنیم که وطن بی نهایت به ما نیاز داره. یعنی با اینمی دغدغه فکری خواستیم که یک کار کوچک شروع کنیم و در مرور زمان تبدیل کنیم به فرهنگ ملی محلی که در کنج و گوشه افغانستان رواج پیدا کنه و قسمی افغانستان به سمت شگفتگی و رشد ترقی قرار شده. اما از آدرس مردم و خدا کنه که این کار ما از آدرس دیگه. سوالی که به اصطلاح من از شما دارم، چند سوال ایرم البته سوال است که مردم از من سوال کردن که به خاطر امی بندی که اونی ساخته میشه مسئولش کی است و به اصطلاح چی تصمیم ها داره و چطور به تصمیم ایجاد این بند شده، چطور تصمیم گرفتیم که این بند باید بسازیم؟ سلامت باشه آقای احمدزاده عزیز. راستش از اینجا باید شروع کنم که از مردم ما در کل افغانستان، تنها قوم نه، کل افغان، چی در شهر بوده در بدبختی بوده، چی در دهان،
در شهر امنیت نداره، زندگی نداره، کار نداره، به دهات آب نداره، کنار آب هیچ نیاز زندگی داره. از خود منطقه تمیم کده نمیتونه. ما مثلا فعلا ما در شهر زندگی میکنم، بدبختی شهر خود ما میبینیم شاید شستیم داره. تقریبا در منطقه که ما فعلا بند جواب میکنیم، از 20 خانه ای که قبلا میزنیم میکنش فقط یک خانه. دلیلی که اینا و دوها در تخت رمضان در شهر فقط نبودی آب. ما فکر کردیم که اگر امی قسمی دهات ما یک بخش مناطق هزارستان مرکزی در دولت ها با واسطی زور و ستم و ظلم و اجبار از دست مردم ما داریم، اگر ما یک بخش دیگه ای داریم بخاطر نبود آب تحت کنیم، خب برای هزارستان یه چیز نمیمونه. ما فکر کردیم که ما با ایجاد بند یا ذخیره های بند، چون هزارستان در واقع همه مناطقی که ما رو زندگی میکنیم بسیار در بلندی یا ارتفاع بسیار بلند قرار داره، این خیلی مناطق کوهستانی وابسته به آب برف باران، باز زمستان ها اگر برف باران شوه تابستان کم خوب آب داره، اگر نشوه که هیچ آب نداره دیگه. یعنی آبا اگر سه چهار ماهی که زراعت نمیتونه زمستان بله با میز ذخیره های کوچک به خود محل نگهداری شود و در تابستان به زراعت استفاده شود، میتونه همه زراعتی دامنه بنده تقویت کنه و هم میتونه زراعت داخل منطقه را حمایت کنه. و نه تو خاطر داستانش از جایی شروع میشه که مثلا یک دختر در یک فیلم شما دیده باشیم به از جای یک فیلم میگیره که یک فامیل مستضعف کمک کنه، باز از یک خانم آو میخواید، اونا میگه که ما آو خوردن نداریم، شاید شما یه آو مار بخورید نخورید، نگرانی داشته که آو مسیحی نیه ممکنه اینا مضر تمام شود. باز دختر بهش سوژه میشه که مثلا چطور یک گلاس آو شما نداریم، بعدش پرسان میکنه چطور گلاس آو نداریم، باز داستان بهش قصه نمیکنه، بهش نشان میده که ما آب از مو مثلا در 24 ساعت یک دونه دیگه اگه خود از زیر پای کنی و آب قطعه قطعه جا کنی دیمه پر شد و ما از آب استفاده میکنم و پایدن استفاده میکنم، و چون پای فلان از کجا آمده ممکن آسیفی نبشه به آسیفی نبشه. باز دختر تصمیم میگره که این مسئله رو با مردم بیرون از افغانستان و داخل افغانستان در جریان بگذاره، اگر آنها کمک کردن یک بند ایجاد کنه که مثلا بتونه که داخل این کمابی یا بخش از کمابی با این مسئله با این کار جبران کنه بتونه یا حل بتونه. و نوار دو اینا بچارا تصمیم گرفتن که همی بند را شروع کنن. باز ما با پاس خدمت یا مثلا شهکار از این دو تا بانو شایسته و روشانه بعدها به یه بار رسیدیم که من نام منزید بندم به نام مادر بنام، اون بند به نام مادر مسما شده و نارزوی بریم که کل یه به گرد مادر جمع بزنده و خلاصه بزنده بند بزنده بزنده مادر بزنده. واقعا افتخار ماست این بانوایی که بسیار تصمیم نگرفته، واقعا یک تصمیم بسیار نیک. امیدوار هستم که در آینده ها بتونیم از این بند همون کسایی که واقعا نیازمندی و وابسته بهرمند شنه و او زمین هایی که فیلان دست بیابی خشک است و ساکنین و منطقه مجبور شده که منطقه را ترک کنه و بره به شهرها، شهرها هم که حالت شده در خود موشم معلوم است که خیلی بد است، مشکل امنیت مشکل اول است، مشکل بیکاری دوم است. دیگه اینا بگن که این بند دقیقاً در کجا موقع داره، در تقوس گفتین در کجای تقوس است، آیا به غیر از این بند دیگه بند هم هست در اون منطقه؟ احمدزاده صاحبی بند در یک منطقه به نام قریه تقوس است. بله. در اونجا موقع داره. دیگه مناطقی که زیر پوشش زیر قرار میگره تقریبا از خود تبقوز چندین قریه را شامل میشه، قریه تبقوز، سنگ شاندن، دوله، املاق، قادی تا دره سنگ محشد. این بند جای ساخته میشه که اگر آب از این از طرف زمستان ذخیره شد و تابستان از این استفاده شد و آب از این میز از زمین های زراعتی، این زمین های زراعتی که سیراب شد چشمزاره های پایین زمین های زراعتی آب فراوان میشه و قسمی چشمه بالا، زمین های بالا، چشمه پایین را تقویت میکنه، مثل تا دره سنگ ماشه تقریبا کل مناطق را مستفید میشه. اگر ما این کار نکنیم یعنی آب زمستان به هیچ استفاده از منطقه میره. دقیق در کدام منطقه تبقوس بند مادر که گفتیم؟ در منطقه در شمال غربی تبقوس یک آقل کوچک، یک محلی کوچک به نام سبکه، جایی که مثلا
یک دوره نام بودن و در یک مثلا در افشار جنگ شد که اینا بشاره از کابل آورشتن آمدن اونجا دیدن و میتونم در اعتباری صحبت هم کنم خدا که به بحث اینا هم شرکت کنم. این در اون موقع یک جای اگر کلا که بسیار شیلی درک هست بنامه کلا اوتو مانایش یک کلا بسیار پر آب و علومه جواب کردن در قریه تب خوز در محل بسیار در این طرفش سنگشانده و داله موقع افتاده پشت سرش هم قریه صوبه یعنی در این مسط چند قریه افتاده هم خیلی. خب آقای قاسمی شما هم چیزی گفتنی دارین راجع به این بند و کار و این فعالیت بسیار خوشحال هستم که میخوانه کاکای خمدو در باره یک عرضیش صحبت کنیم تصمیم میگیریم کمک کنیم دست به هم میدیم که ما اصلا اونجا اونجا را شاید درست بلد هم نباشم چون نمیده ما در کابل تیر شده ما متولی در کابل هستم مکتب هم در کابل خوندیم پانتون هم در کابل خوندیم البته خب دو دوره پانتون خوندم یک دورهش جبری بوده یک دورهش نظر به علاقه خوبیم بوده که به ایتاسون خلاقه ایم در دانشگاه ابن سینا کدام رشته را خوندیم؟ ما فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی ایم از دانشگاه ابن سینا و البته کمک اول کورسای ارزمه های نظامی را در دوران دکتر نجیب الله خوندیم که بعد از جنگ ها شد و کابل ویران شد و در میان کابل افشار خیلی بد رقم ویران شد چون دیگه بزرگای پدری ما جوان های مثل آج آقای سفری و امثال هم میره تصمیم میگره که اینجا باید یک بند ساخته شود آب باید مهار شود زمستان ما باید ذخیره داشته باشیم تا اینکه بر زراعت تابستان ما بلد بخوره چون ما یک جغرافیای دورافتاده هستیم که دولت شاید به اونجا رسیدگی نتانه و یا سهرنگاری کنه و یا هم از روی تعصب اونجا کلم تصمیم میبره معیشت زندگی مردم نداشته باشه. بنابراین یعنی مردم خودشان که تصمیم میگیرن این تصمیم باید یک چیز ارزشمند باشه باید همه دوستا همه کسانی که باید. ما را از این تریبیون از این کامرا میبینن ما خواهش میکنیم عاجزانه کمک کنیم. حالا ما میزمی یک میخوایم به قول مشهور گوشتا گاستا بخواه راستش ما در افغانستان در افغانستان معاصر شدیم افغانستان 20 سال گذشته یک نسل داریم که مثلا ما اگر 20 ساله باشم 20 سال پیش من رو متولد شده این همین نسل امروز از 20 سال پیش آمده تقریبا در دروازه دانشگاه رسید با کسایی که مثلا 20 سال پیش سن اول مکتب بوده 6-7 ساله امروز از دانشگاه فارغ شد من باورم امیه که این همین نسل درس خونده تحصیل کرده به یک آگاهی و شعور دست داره این می صحبت هایی که ما شما میکنیم این می از یک درد وقتی یک درد با شعور تحکیل میشه اگه یک تبدیل شما به عمل یعنی یک پیشرفت یک ترقی عملا را میفته من میگیم بار ممیه که نسل جوانای افغانستان به آگاهی به شعور به تحصیل دست پیدا کردن که بیم از این ظرفیت در راستای یک افغانستان آباد استفاده کنیم به خاطر چی؟ به خاطر که من فرزن پرس بود خیلی درده من مثل بند احتیاطی مادرم در حالی که من مطمئنم که وزیر معارف همی کشور من قسم میخورم که او توانایی ظرفیت که من دارم ندارم خب کاری که میکنم که اگر حقم نمیکنم خب ما دروازه کار از طریق دولت بر ما بسته ما بریم از طریق دولت بر مردم خدمت کنیم در حالی که همه انگیزش داریم هم ظرفیتش داریم هم استعدادش داریم توان کارش همه ایش در ما هست تنها چیزی که نیست درها برای ما بسته اگر یک انسان جوان میره در داخل دولت کار میکنه ما باور دارم دوستای من در داخل دولت کار میکنه 4-5 نفر دیگر دولت سر از او معذب میکنه که تو فقط یه آدم زیر نظارت داشته باش که فلانی حدود پیشتر نده فلانی کار نکنه کار بدون صلاحیت کار بدون مسئولیت اونا هم بیکار میمونه فقط بگن یک سلفی دم دروازه عرق میگیره دم دروازه وزارت میگیره با فلانی کس میگیره و اینجا یک ملت منتظری که اینا کار کنه ما با ناامیدی زمین مثلا اومدیم گفتیم ما خب اصلا از آدرس دولت کار نمیکنیم ما از آدرس مردم کار کوچکش رو میکنیم عملا به شعار به اختلاس به مثلا دزدی به سرقت بعد بالا می کار عملش رو میکنیم ما مردم سر ما اعتماد کنه به داخل کشور اون قسمیه و کارهای مردم نه از بین منطقه شروع شده تبدیل شده به فرهنگ و نقسمی کشور هم بخشده کشورهای غرب آسیایی تقریبا نقسمی ساخته شده دیگه این حالا
باز در کنار ما و شما یک نسل آوره ما و شما داره که در کشورهای بیرون رفته مهاجر شده این کسایی که ما رو ببینن مو مردم باشه اونا به یک آیل نسبی دست پیدا کرده به معاش زندگی بکنه مورد بهتر اینا میتونه که بخش بسیار کوچک از ما بوده در خیال جوانان قرار بده که اونا هم درد داره هم درد داره هم انگیزه بر آبادی وطن داره درسته که کار از یک بند شروع میشه ولی اگه ما زمانی که تبدیل کنیم به یک فرهنگ یک گفتمان ملی که مردم واقعا باور کنه که این جوانان وطن بسازن خب ما به دولت سر اعتماد نکردیم بسا جوانان اعتماد کنیم و این دولت را وادار میکنه که یک کمک به خود بیاد موقف خود قرار بگیره و مردم خدمت کنه من خدا وکیلی پنج سرکای کابل که میرم وقتی موتر وکیل پارلمان و وزیر نه از یک دانه تو بیست نمیدن کنیسته خاکباد سر مردم فقیر میشه همین مردم فقیر حق داره برای دو مقابل اون مردم تر انتخاب کنه به خاطر که غیر از جفا غیر از ظلم غیر از بدبختی بر مردم چه حدی رو دایمه همین مردم وقتی دستوری بکنه مردم بوده میتونه که همین دولت همسط مردم دیده شما هم دوره بر برین دیواره بلند پاسمان خراش ها رو بیدونین از دولت مرتبه لطف بیدونین از دولت و مردم فقیر به نام خوردن نداره ببینه هیچ چیز خدا دولت در مقابل شید مسئولیت نو این همی پردا با ایش داره که مفخنده ایم از اقل همی کارا شد کن سلامت باشیم در بازم شما یک تعداد خیلی محدودی فعلا آمدین در کنار از ما این همی مجلس تقریبا با همی چیز موضوع ساختش دیکرد اقل همی پیام در همی دوستایی که ما همی بینیم منتقل سام اونا کوچکترین کمکی که میکنم آره دریغ نکنم به خاطر از اینکه واقعا ما مستحق ما این کارا را تنها در منطقه محدود نمیکنیم بگیم این دفعه این تپو ساخته شده این گسترش میدیم اگر فردا اعتماد شد دولت سطح ولایت مثل سطح افغانستان کار کنیم که حداقل مردم به این باور برسه که مردم افغانستان با همدیگه هیچ مشکل نداره هزاره پشتو ازبک همه جان همدیگه دل همدیگه دوست داره ولی مشکل نیست دولت یک فاصله بسیار کلان بین مردم و دولت و این اقوام وجود داره ما جوانا رسالت خود مسئولیت خود میدانیم که اینمی شکاف را به نام دولت از دست برداریم و اعتماد که بین مردم وجود داره در محور انزمی جمع شده به نفع مردم به نفع افغانستان انزمی توانایی استفاده کنیم این چه هدف چیزی نداره آقای سپری عزیز همی موضوع اعتماد را که گفتین ما و شمایی که فعلا همیجا حاضر هستیم یا برادرایی که واقعا در خود بند مادر بسیار صادقانه شبانه روزی زحمت میکشن یک اعتماد بسیار محکم بین شما که ارتباطات این بند مسئولیت شده دوش دارین یا کسایی که در اونجا مسئولیت مالی شده و دوش داره و یک کسایی که اونجا زحمت میکشن کار مونه شبانه روزی لودور کار مونه مترا کار مونه خواب برداری مونه و به اصلاح موادایی که بسیار به اونجا ضرورت میشه مثلا مواد سوختی که ضرورت میشه در اونجا اینا بسیار مردم انتظار داره که اینمی اعتماد پایدار بمونه فقط میخواهیم که اینمی رو شما یک ذره واضح تر بگیم که مسئول که شما هستید مثال گفت یا مسئول مالی که در اونجا هسته اگر یک روز مثلا شخص کمک کننده پرسان مونه که مثال من اینقدر کمک کدم یا اینقدر کمک هایی که شده آیا شما از این کدام حساب دارین کتاب دارین کدام ریکارد دارین که مردم مطمئن شنه که آیا واقعا همین کمک را که ما به خاطر ایجاد مثل یک بند یا مثال اگر یک سرک یا مثال اگر در رسول جاوری خیلی کمبوتی و کاستی هایی است یک میدان هوایی که بسیار واجب ضرور بلدی مردم است که این اکثر کسا و شخصا خودت نمیتونی بوری به این راحتی کسایی است که ضرورت داره که به او زادگاه خود بره یک بار دیدن کنن کسایی است که بیرون از کشور زندگی مونن بسیار انتظار داره که من بتونم به راحتی مثلا از مو کشوری که مثال گفت ما زندگی مونم به این کابل از کابل هوایی برم در مزادگاه خوب ضرورت داره امثال از این بندهای ما ضرورت داریم خیلی سای دیگه ما دوین ضرورت داریم برای مو ساکنین مو منطقه و یا به کسایی که واقعا زندگی در شهرها بلدش مشکل است فقط به خاطر نبود آب یا به خاطر نبود امکانات رفت آمد نمیتونن دوین زندگی کنن خیلی هم دیگه هست محصلینی هست که میاد اینجا 4 سال درس میخونه نمیتونه در 4 سال یک بار بره از فامیل خودی دور کنه به خاطر چی؟ به خاطر اینی که من اگر احیانا در این مسیر رو بشت مبروم احتمال داره که اگه اتفاق هر کس مورا سفر دامان خیلی میگیره یعنی به خاطر اینی اعتمادی که به اصطلاح بین کمک کننده یا دونرا یا کسایی که به اصطلاح سهم گرفته کمک کرده و امی ایجاد امی پروژه های مردمی اینمی را مثال اگر بلدی مردم واضح تر بود که چه رقم هسته و تا مردم واقعا مطمئن شده که ما امی مبلغی را که به مثال کمک مونیم
راست به مو آدرس موره به مو مسیر مصرف میشه یا خیر؟ سلامت باشیم. من فکر نم که وقتی مو نام از مادر را بند مادر گذاشتیم نه؟ یعنی قلبن به این باور بریم که با مادر هیچ احدی خیانت کنیم سکتی بعد در کنار ازی ما به پاس احترامتی به مادر بریم مجموع آدم هایی که دیگه که برای دی کار قرار برد کسایی که قابل اعتماد عمومه و دنیا دنیا اعتماد نیه کردن دنیا دنیا سیستم ما وقت شفافیت صحبت میکنیم بعد تمامی کمک های من به صورت اسنادی خدمت معلوم قرار بود روش کار ما ایه مثلا که ما وقت یک کمک کنده ما تماس میگیره تماس از پیش ما رکارد میشه مبلغ رو که کمک به نظر میگیره از صفحه فیسبوک از آدرس خودم از آدرس مثلا صفحه اول جرمال یا اعلان بشه مثلا که کی از کجا چی مبلغ پول حواله ما در کار اول ما یک تشکریه یک سپاسگزاری با محتویاتی که اهمیتی رقم کمک ها بر ما چه در عزیزتر هم از این ظرف لغاتی خوبه هم دفعا سنت میشه در کمک های مردم در صفحه فیسبوک نشر میشه در او کلگی رو میبینه که کی چه قدر کمک کرد بعد همین پولی که نا هماهنگ میکنه با ما کمک میکنه نمبر حوالشی مبلغش را ما با کسی نام قادر مرزایی میدیم قادر مرزایی پول راست جهان از اینکه تا یه وقت همراه ما بودین شماره ارتباط آقای سیف سفری که مسئول ارتباطات ای بند است کامنت اول یا در خود ویدیو برایش نوشته منم میتونین مستقیم همراه آقای سفری در واتساپ شی یا شماره تلفنش تماس بگیرین سوالایی که داشته باشین در کامنت هم میتونین سوال کنین و مستقیم از آقای سفری هم سوال کنین و حتی اگر خواسته باشین که در ساحه که کار جریان داره و مسئولی که اونجا هسته هم میتونیم شما مستقیم تماس بگیریم به خاطر از اینکه مطمئن شدیم که واقعا اینمی دوستایی که به اصطلاح همینجا هستن به خاطر آبادی یک بند به خاطر آبادی وطن به خاطر آبادی زادگاه و به خاطر انسانیت به خاطر کمک به زندگی کمک به زندگی به زندگی کسایی که زندگی من از چی گیاه هسته، چی انسان هسته، چی حیوان اهلی و وحشی طبیعت هسته مطمئن شدین میتونین شماره ها را تماس بگیرین و امرایشی سوال کنین بیشتر از یه وقت شما را نمیگرام خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی و جزئیات بیشتر خدا نگهدار اللهم اصحابه